آغاز صبح است. من با تیم کاریم از دل شهر مزار شریف روانه یکی از ولسوالی های دوردست ولایت بلخ می شویم و آغاز به سفر حدود 4 ساعته می کنیم. در این سفر وارد قصه با راننده موتر که ما را به سوی مقصد در حال انتقال بود می شویم. از او در مورد راه پرسیدم و از دشواری و خرابی های راه و مسیر پرخم و پیچ این ولسوالی یادآور شد و گفت که این مسیر سالیان زیاد می شود خراب است. رانندگان و مسافران با مشکلات زیاد رفت و آمد دارند. چند دقیقه نگذشته بود که در مورد امنیت این مسیر نیز اشاره کرد و گفت که پس از پیروزی امارت اسلامی با فکر آرام برای انتقال مسافرین می پردازند. از ولسوالی های نهرشاهی، دهدادی و شولگر گذشتیم و در منطقه پل برق ولسوالی شولگر رسیدیم که ختم قیر همینجا به پایان می رسند. مسیر خاکی و سنگی را الی ولسوالی زاره طی کردیم و بالاخره پس از گذشتن از چندین ولسوالی های غربی وارد ولسوالی زاره شدیم. ولسوالی زاره در جنوب غرب ولایت بلخ با جمعیت حدود 100 هزار نفوس موقعیت دارد و در دل خود بیش از 200 قریه را جا داده است که بیشترین مردم این ولسوالی دهاقین هستند. با نام خداوند بخشاینده و مهربان، بیننده های عزیز تلویزیون ملی افغانستان و دوستداران برنامه میهن من، سلام بر شما. من و با جمع از همکارانم وارد یکی از ولسوالی های شدیم که بیشتر از 100 کیلومتر راه پرخم و پیچ را طی کردیم. بالاخره رسیدیم به دورترین و دور افتاده ترین ولسوالی که نامش زاره است. آمدیم اینجا میخواهیم برنامه میهن من را برای شما تقدیم بکنیم، البته از کار کرد و فعالیت های ادارات مختلف در این ولسوالی. تا آخرین دقایق این برنامه با ما همراه باشید. زاره یکی از ولسوالی های است که در کنار واحدهای اداری ولایت بلخ تشکیل گردیده است و حدود بیش از 800 کیلومتر مربع مساحت دارد. در این ولسوالی اداره های مختلف برای مردم خدمات ارائه می نمایند که مقام ولسوالی آن نیز یکی از اداره های مهم به شمار می رود. جهت شنود چگونگی فعالیت در ولسوالی زاره و حل مشکلات اجتماعی مردم نزد قدرت الله حاجی معاص ولسوال زاره آمدیم و سر سخن را با او باز کردیم. وی گفت به منظور رفع مشکلات اجتماعی باشندگان این ولسوالی، آنان نیازمند توجه مسئولان ارشد امارت اسلامی افغانستان در امورات معیشتی و خدماتی هستند. با این حال باشندگان این ولسوالی ضمن اینکه مشکلاتشان را برشمردند، از فعالیت مسئولان امارت اسلامی نیز اظهار خوشی و قدردانی می نمایند. ولسوالی زاره یکی از ولسوالی های ولایت بلخ دور افتاده هستند. تقریبا از ولایت تا به ولسوالی زاره 132 کیلومتر فاصله دارد و تعداد قریجات ولسوالی زاره 214 خرد بزرگ است و تعداد نفوسش هم از 1 لک بیشتر نفوس دارد. بیشترین نفوس ولسوال زاره که هستند تقریبا حدود 80% این مردم دهقانکار هستند. البته ملت ولسوال زاره بسیار مشکلات دارند، از این جمله که هستند اینا یکی آب آشامیدنی ده اینا بسیار مشکل هست و آب زراعتشان هم همچنان مشکلات داره و دیگه ملت ولسوال زاره برق ندارن، خصوصا دیگه راه‌های مواصلاتی از ولایت تا به زاره بسیار خراب هستند و
و از قریه به قریه هم دیگه رایشان خراب است. ایره که ما دولت شریک ساختم و انشالله دیگه در نزدیکی احتمال داره که منظور شود. ما الحمدلله به قطع مردم هستم و در قریه جاتا میرم و قطع مردم میشینم و هر مشکلات دارن و مشکلاتشان هم پرسان میکنم و چیزی که او که در ارتباط در خود ولسوالی ارتباط داشتن او را در اونجا حل میسازم و اگر به ولایت راجع میشدن در ولایت راجع میکنم و انشالله قطع مردم هستم. خواستم از ملت این مظلوم که هستن مجاهد پرور با امارت اسلامی و با هم فکر باشن و خوستن در مسئولین ولسوال زاریه هم فکر باشن و همکاری نمایان چی ما همکاری ما از ملت هم هست. هر خواه پر مختگونا خوشالم دی زڑونا هر خواه پر مختگونا خوشالم دی زڑونا ستایم دی سپتی همیشه دی زنده بادا ستایم دی سپتی همیشه دی زنده بادا ماشالله. در زمینه مشکلی که یک عریضه میشه یک مشکل در بین مردم پیدا میشه در او عرصه ولسوالی ما سخت رسیدگی میکنه و قضای ما کاملا انسانهای پاک بیارایش هستند و صادقانه خدمت میکنن و در بخش صحیح هم خوب است بد نیست نظر به شرایطی که ما میبینیم رسیدگی در مسائل صحت عامه هم خوب است ولی یک سلسله مشکلات های خود داره که خصوصا مریضایی که در اینجا امکان تداویشان نیستند در مرکز ریفر میشن ولی اکثرا خصوصا مادرانی که در مسائل اولادی گپا مشکل دارن نسایی دارن از اینجا تمسار شریف که ریفر میشه چون خود شما بشتیش مسر دیدین که راه های ما به کدام وضعیت قرار داره. آل تابستان است خشک است که چقدر به مشکل مواجه هستن و به خصوص که زمانی که برف میباره بارش میباره ولی رفت آمد در این سرک در این راه بسیار مشکل است. ضرورت اولی هر ملت هر مردم حق داره که به سرک با آب با برق دسترسی داشته باشه ولی ما از زمین از هر سی مثلا محروم هستیم. ما پیشنهاد همی است که سرک ما به طور اساسی جور شوه اولی که قیر شوه اگر قیر نمیشه حداقل ترمیم اساسی جغل اندازی صفر که باید شوه اما در غیر از اگر فرض مثال ما امروز اگر ترمیم کنیم فردا خراب میشه. پیشنهاد ما می است که دولت در این مسئله توجه بکنه بر درخواستن در مسائل سرک ما دولت رسیدگی صورت بگیره. مسئولانی که ولسوالی زار ولسوال صاحب هستند و قماندان صاحب امنیه دیگه ارگانای استخبارات و دیگه از مدیر صاحبایی که در اینجا بخش فعالیت دارن از اینا ما مردم کارکردشان بسیار راضی هستیم ولی سرکای ما مردم بسیار خراب هستند. خودتان به نظر چشم دید که از مزار تا زاره تا چند ساعت آمدین رفت آمد کردین. اگر یک مریض باشد تا ولایت بلخ او فکر نمی کنیم که جانشان به سلامت به ولایت بلخ در مزار شفاخانه برسانند. از لحاظ صحت در اینجا شفاخانه موجود نیست یک کلینیک هستند. در این کلینیک ما راضی نیستیم از وزارت صحت عامه و رئیس صحت عامه در اینجا که حضور پیدا میکنن میاین سرکا را میبینن. باید ولسوالی زاره 40,000 خانه هستند. در اینجا شفاخانه مجهز ضرورت داریم ما مردم و مکتبای لیسه یک لیسه دو لیسه در ولسوالی زاره موجود هستند ولی 3-4 لیسه 5 لیسه در این مردمی که 40,000 خانه باشه باید لیسه زیاد موجود باشه. مکتبایی که نیمه کاره هستند شفاخانه هایی که نیمه کاره هستند اینا باید جور شود. دیکر ساتن خدای دیتن لرا آباد ماشالله هیواد گلا ماشالله هیواد ماشالله هیواد گلا ماشالله هیواد. با این حال امنیت مطمئن و آرام در ولسوالی زاره برای همه باشندگان انگیزه مثبت داده است و مردم این ولسوالی در فضای امن مصروف کار و زندگیشان هستند. شهاب الدین حاجی ریحان قماندان امنی ولسوالی زاره ولایت بلخ است. او جهت به وجود آوردن ثبات و امنیت در تمام نقاط این ولسوالی همه روزه با پرسنل کاریش
در مورد تدابیر امنیتی بحث و تبادل نظر می کنند و هر کدام را به وظایف و مسئولیت هایشان متوجه می سازد تا از جان و مال مردم به گونه دقیق و درست محافظت نمایند. و همچنان از کاهش یافتن گراف جرایم جنایی پس از پیروزی امارت اسلامی در این ولسوالی خبر می دهد. در همین حال باشندگان ولسوالی زاره نیز از امنیت موجود ابراز خوشی و قدردانی می نمایند. د زاره ولست خو الحمدلله مونږ ډاډ اطمینان ورکو چې د امنیت نگران به دوی ته هیڅ نوع مشکل نه وي. مونږ په لرو پرتو ساحو کې د زاره د ولسوالۍ هلته په هر قرو کې مو ورته پوستې جوړې کړې دي چې په وخت سره د دې مشکلاتو ته رسیدګي وکړي. دغه 20% یا 15% جرم جنایي چې مشکلات شته دي دا به انشاءالله زر تر زره پرسونل دې ته آماده ده چمتو ده چې دا به هم د بین وړي انشاءالله چې هیڅ مشکل به د زاره ملت ته نه وي. او بیا هم د زاره ملت ته اطمینان ورکوو چې دوی دې په داسې ازاده فضا کې زندگی کوي چې دوی ته به هیڅ نوع مشکل نه وي. د امارت نه مخکې خو خامخا چې دلته مشکلات ستونزې وې چې غلاوې وې قماربازان وو غلاوې وې زناوې وو قتلونه وو دا شیونه دلته موجود وو. خو الحمدلله چې کله امارت اسلامي راغلی ده دا شیونه ټول د بینه تللي دي. جنایي جرمو سطح ډېره ټیټه راغلې ده. دلته الحمدلله یو مشکل هم نشته ده. د امارت نه مخکې امارت اسلامي نه مخکې خو خامخا جولګه ورته وایي چې د کشندي ولسوالۍ او د زاري ولسوالۍ مرز ده. په دغه ساحه کې یقینا چې د زاري ملت ډېر په تکلیف وو او دلته د دوی موټر لوڅېدل د دوی پیسې اخیستل کېدل د دوی مریضان یقینا په وخت سره نه رسېدل غلو دوی ته ډېر مزاحمت کوو. خو الحمدلله د امارت اسلامي په راتګ سره دا شیونه اوس هېڅ دلته موجود نه دي. دا درې څلور کاله کې چې امارت اسلامي دلته راغلی ده هیڅ داسې یو پیښه په زاري ولسوالۍ کې نه ده پیښه شوې. مونږ د کړو ساتن خدای دې تل را آباد. ماشاءالله هیواد ګل ماشاءالله هیواد ماشاءالله هیواد ګل ماشاءالله هیواد شایخ چې نه لري. ما زه امارت اسلامي خوش هستم کې امروز امنیت او آرامی است. ما تا امرخ رفته نمیتونستیم که یا مزار رفته نمیتونستیم که بخاطر دزد و بخاطر دور میدادن مردم. خدا را شکر فعلا یک امنیت و آرامی اومده. شکر الحمدلله از روزی که امارت گرفتم ما آرام هستیم. از طرفی سابقا در راه رو میرفتیم آرام نبودیم، در راه امنیت نبود، دزد بود، دیگه مشکلات ها زیاد بود، کسی را اذیت میکرد میکشت، حتی بسیار گپا بود. امروز شکر الحمدلله که هیچ مشکلی نیست. هر کس به کار و وظیفه خود میتونه که برسه، دمو حقوق خود میتونه انشاءالله برسه. حال خوب است انشاءالله. من دکر ساتن ما خدای دی تل را آباد. ماشاءالله هیواد گل ماشاءالله هیواد ماشاءالله هیواد گل ماشاءالله. در کنار این که ولسوالی زاره یکی از ولسوالی های دور افتاده از مرکز شهر مزار شریف است، با آن هم مسئولان این ولسوالی با هماهنگی مردم بازار را با گنجایش بیش از 400 باب دکان جهت مرفوسازی نیازمندی های مردم ایجاد کرده اند. اینجا بازار ولسوالی زاره می باشد. در این بازار بیشتر از 400 باب دکان موجود است که از این میان 300 باب دکان در این بازار فعال است. هفته دو بار روز بازار در اینجاست، روزهای دوشنبه و پنجشنبه، که باشندگان این ولسوالی از قریجات و مرکز این ولسوالی در این بازار می آیند و به خرید فروش خود می پردازند. ماشاءالله هیواد گل ماشاءالله هیواد. در کنار سایر نهادهای اماراتی، محکمه ابتدایی ولسوالی زاره با داشتن حدود
6 کارمند برای مردم نیز خدمات ارائه می کنند. ما از امروز ساعت 8 الى ساعت 4 در خدمت همو مردم قرار داریم. خب این محکمه فعالیتش در مورد دوسیه های حقوقی و دوسیه های جزایی صورت می گیرن و اکثرا دوسیه های حقوقی از مدیریت حقوق به ما می آید و اکثرا دوسیه های جزایی قضایای جزایی از مدیریت مبارز با جرایم جنایی از اونجا از می آید و بعضی هاشان حقوقی و جزایی عرضه های مستقل هم به این محکمه می شه. ما به همه دوسیه ها رسیدگی می کنیم. ما در همه سال 1403 به تعداد 80 دوسیه حقوقی که اکثرش از مدیریت حقوق و بعضش به عرضه مستقل به این محکمه تقدیم شده و وارد شده و قبل از این سال 1403 به تعداد 55 دوسیه هم در تحت کار داشتیم. باز هم مجموع 135 دوسیه میشن. از این دوسیه ها ما به 83 دوسیه رسیدگی کردیم و باقی ماندگیش در تحت کار است و جریان داره. خب در دوسیه های جزایی که مستقل یا از مدیریت جرایم جنایی ولسوال زاری که با ما وارد شده به تعداد 27 دوسیه هستن. از این جمله ما به 19 تاش رسیدگی کرده ایستیم و باقی ماندگیش تحت چیست کار هستن و همچنان تقریبا عرایضی که به خاطر وثائق مختلف نو چی عرایضی به ارتباط نکاح خط باشه یا وصیت باشه یا وکالت باشه یگان 140 عرایض در ما وارد شده. از این جمله به 130 عرایضش رسیدگی شده و وثائق به مردم تقسیم داده شده است. باقی ماندهش تحت کار است که در بر سر او کار میشه، نوشته میشه، انشالله به مراجعین تقسیم میشه. ولسوالی زاره علاوه بر داشتن مناطق کوهی، زمینهای زراعتی آن نیز در دامنه های کوه موقعیت دارد که بیشتر از 80% مردم مصروف شغل دهقانی هستند. زیادتر قریه های این ولسوالی میان دره‌ها و کوه‌ها موجود است که مردمان آن نیز مصروف پیشه زراعت هستند. ناگفته نماند که زمین‌های للمی نسبت به زمین‌های آبی در این ولسوالی بیشتر است. دلیل آن بلند بودن از سطح آب می باشد. ولسوالی زاری یک ولسوالی زراعت پیشه است. تقریباً 80% این مردم دهاقین و مالدارها می باشند. و زیادتر اینا در سر زمینایشان کشت میکنن از قبیل گندم، جو، زغیر، نخود، همه چیزا را کشت میکنن و یک عدهشان باغ هم دارن نیز در سر درختای مثمر و غیر مثمر نیز هم کار میکنن و چون مشکلات که دهاقین ما داره، مالدارهای ما داره، کمبود آب آشامیدنی البته هستن چون هم آبهای سطحی در سطح ولسوالی زاری موجود هست. ما چند دانه بند داریم، یک بند باجگاز که تقریبا 6.5 اینج فعلا آب میآید از اوجه، اما در مرکز ما مردم 15 اینج آب ضرورت داریم. ایت یک دفاتیری که باشد دستیری از او بند کار کنه که فعلا 6.5 اینج آب میآید، همیره 15 اینج افزایش بده، مشکلات زیادی دهاقین ما و مالدارهای ما مرفوع می شوند. بعض نقاطی که ما چند موقعیتی که دیگه داریم، دره گلبابا هست و مثلا گلچشمه هست، در اون موقعیت هم کار شوه و در سر آبهای سطحی نیز کار شوه، اوج هم بسیاری زمین های بسیار ما بسیار خوب زمین های حاصل خیز داریم، در سر از او کار شوه که همین بیشترین همین مشکلات دهاقین و مالدارهای ما نیز مرفوع می شه. در اوج هم بعض موقعاتی که آبهای سطحی دوجا مثلا نمیرسه، ما نیز آبهای زیرزمینی موجود هست که آبهای در سر آبهای زیرزمینی کار شوه، دوجا آبهای زیرزمین ما انتقال بتیم تا اینکه کشت از اونا، مالهای از اونا، از آبهای آشامیدنی استفاده درست بکنن.
وکړم برباد ماشالله واد ګل ماشالله واد بیش از 80 باب مکاتب و مدارس دینی در این ولسوالی فعالیت دارند که در مکاتب و مدارس حدود بیش از هزاران تن مصروف فراگیری علوم عصری و دینی هستند. قابل ذکر است مشکلاتی که صد راه معلمین و متعلمین در مکاتب قرار دارد، نبود صنوف معیاری و کتب، نداشتن میز و چوکی و کمبود بستهای معلمین مسلکی می باشد. از همین رو متعلمین و مسئولان معارف این ولسوالی خواهان توجه جدی مسئولین شدند. مکتبای زاری که ما برای شما معرفی کنیم 10 باب لیسه دارن، یعنی 13 دانه متوسطه دارن، 18 دانه ابتدایی دارن. مکتبایشون به همین اندازه است که در مجموع، یعنی لیسه متوسطه ابتدایی، در مجموع مکتبایشون 41 دانه میشه. و دیگه کمبودات یزی بیخی با وفور است که همین جای ما زایلن یک چند چیزی را به طور نمونه گرفتیم. کمبود بست و نبود استاد مسلکی که اشد نیاز است. تقریبا 35 مکتب هیچ تعمیر نداره اصلا، یعنی آثاری کدام تعمیر دیده نمیشه که باید ضرورت است که تعمیر باید داشته باشه. نبود برق که هیچ، حتی یک میامریت عزیز که حتی یک سولر نداره، حتی یک پرینتر نداره، حتی یک بیتری نداره که یک گروه اینجا برق بده. نبودنی آب آشامیدنی که یک لیسه مرکزی از ایناست که امور ما حتی یک آب صحیح نداره. نبود دیوار احاطه که کلن مکتباشان احاطه نداره. نبود کرتاسی هم کمبودات است. نبود کتب درسی، نبود تجهیزات تکنولوژی، این همه چیزایی است که یعنی مش نمونه خیروار برای شما یادآور شدیم که مکتبای زاری به همین اندازه است، مشکلاتش به همین اندازه و مکتباش به همین تعداد. پیش از فتوحات خود این ولسوالی کلی که ما شما در جریان هستیم که پیش از فتوحات در این منطقه جنگ بود، مدرسه دیگه تقریبا نبودن، بویم میشه اگر بودن بسیار ضعیف بود، چون که جنگ بود و جنجال بود و مدارس رشد نداشت. بعد از آمدن امارت اسلامی که سهر الحمدلله تصاحب کرد و همه یعنی اشغال ختم شد و امارت سر کار شد الحمدلله، بعد از اون مدارس در حالت رشد است و فعلا ما 43 باب مدرسه داریم و در هر کدامی از این مدرسه ها 5 بس 6 بس است که فعلا استادا اونجا خدمت میکنن، درس میگن، درس میتن برای اولادای مردم. مدرسه الحمدلله در حالت رشد و ترقی است. اما در عموم صنف ها تخته صنف کار نمیده صحیح و کتاب های ما تکمیل نیست، بعضی کتاب های ضروری ما کمبود است و دیگه این حال زمستان آمده رایست، هوا سرد میشه و بعضی ترمیماتی که مکتب ما ضرورت داره اونو تا حال ترمیم نشده. بنان ما از بزرگان امارت اسلامی تقاضا میکنیم که با مشکلات ما رسیدگی بکنیم. و مشکلاتی که در این مکتب ما داریم از قبیل چوکی ها میباشه، از قبیل کتاب های درسی و از قبیل میزهایی که در این مکتب و از قبیل تخته که تنگ کمبود داریم، ما که در اونجا نوشته بکنیم یک چیزی که یا املا کار بکنیم یا درس را نوشته بکنیم، از قبیل تخته و دیگه کتاب ها و میز همون چیزا که کمبودی داریم. ما میخواییم کتاب، چوکی، میز و از کلانا میخواییم که مشکلی ما را حل بکنه. ما سازنده آینده هستیم. ما میز چوکی فرش صنف نداریم. از بزرگوان مسئولیت داریم، میخواهیم که با ما کمک نماید. بیننده های عزیز، آمدیم در مرکز صحی جامعه پیشرفته قزاق زاره تا از کارکرد و فعالیت از اونا بپرسیم که چگونه اونا خدمات صحی را انجام میتن برای باشندگان این ولسوالی، تا اینکه مردم بتانند به شکل درست و دقیق معالجه شوند. در ولسوالی زاری تقریبا 11 مراکز صحی در اینجا هستند که اونا سب سنتر می باشد در جای مختلف، مثلا در منطقه مختلف هستند. اینا سب سنتر بی ایش سی و همو بالاترین مرکز صحی همینجا است که سی سی پلاس می باشد. خدمات در این مرکز صحی مرکزی که است در سی سی پلاس، در اینجا خدمات لابراتوار، خدمات واکسین و همچنان ولادتخانه است برای خانما و جراحی های عاجل و همچنان بخش اوپیدی در این مرکز صحی است. و ما در مراکز صحی دیگه ای که در ولسوالی هستند، اینا خدمات سطحش پایین تر است. تنها بخش واکسین در بعضشان صورت میگیره، بخش مثلا اوپیدی برای مریضا صورت میگیره
و بخشی برای خانمای حامله خدمات صورت میگیره، اما خدمات اینجا بالاتر است که بخش لابراتوار است یا جراحی است که در اینجا بیشتر نسبت به دیگر مراکز صحی هستند. یکی از مسئولان امر بالمعروف و نهی عن المنکر در این ولسوالی از چگونگی کارکردشان نیز چنین میگوید: اداره ما کسا پرسنلش مکمل 10 نفر است، دیگه 5 نفر محتسب هستیم، دیگه 5 نفر دیگه در دیگه بخش، یکی امیر است، یکی مدیر اداری مالی و اداری است، و دیگه یکی کارکن خدمتی است، یکی شباش است، دیگه یکی دیروار است. دیگه ما انشالله در اداره ما که است پرسنل قمانان هم مکمل همگیشان همکار هستند، هم نظر هستند. ما از ناحیه اینها بسیار احساسی این همکاری از نو احساس همکاری از نو میکنیم که انشالله هر وقت که ما اگر خواسته باشیم اونها همکاری میکنه. برای ما دیگه استخبارات پرسنل استخبارات هم که برای ما همکاری میکنه، دیگه در رأس اونها دیگه جناب ولسوال سایان برای ما همکار هستند. هر وقت که یک مشکل باشه برای ما رسیدگی میکنه به مشکل ما. شاید ما بسیار احساس میکنیم که در ولسوالی زاری همگی مردم یعنی به همکار هستن که در ولسوالی زاری فساد و منکرات نباشه. ما محتسبین امریت امر بالمعروف ولسوالی زاری شب روز به خاطر اقامه معروفات و ازاله منکرات تلاش میکنیم تا اینکه در جامعه ما اخلاق اسلامی و آداب اسلامی عام شود. بیننده های عزیز، این بود برنامه میهن من که در ولسوالی زاری آمده بودیم و از کارکرد و فعالیت های اداراتی که در اینجا فعالیت دارن برای شما تقدیم کردیم. تا اینکه باز هم در خدمت قرار میگیریم، همه شما را به خداوند یکتا امانت میسپاریم. موفق، سربلند، کامیاب باشین. خدا نگهدار.